در ایران استاندار چهارمحال و بختیاری میگوید کمتر از 5% مردم روستای چنار محمودی شهرستان لردگان به ویروس HIV عامل بیماری ایدز مبتلا شدند. ولی بعضی از اهالی این روستا شمار مبتلایان را تا 200 نفر یعنی 3 برابر آمار استاندار میدانند. آنها میگویند به علت استفاده از سرنگ آلوده هنگام آزمایش قند خون ویروس HIV به آنها سرایت کرده. ولی وزیر بهداشت گفته که معتادان تزریقی و روابط نامطلوب باعث این وضعیت شده. علی همدانی اخبار این روستا را پیگیری کرده، روستایی که تا قبل از این ماجرای جنجالی خیلی ها اسمش را هم نشنیده بود. از ساختمان شیشه رادیو و تلویزیون حکومتی دیگر خبری از لردگان نیست. بعد از آنکه معترضان روستای چنار محمودی ضد انقلاب خوانده شدند، حتی در بولتن‌های خبری اصلی این حرف‌های امروز سخنگوی دولت را هم پخش نکردند. هر گونه استفاده از سرنگ آلوده توسط بهیار وزارت بهداشت رو کاملا تکذیب می‌کنم. من فکر می‌کنم ماجرا از وقتی به انحراف رفت که این بهورز خوب ما بازداشت میشه بدون هیچ تخصصی، نظریه تخصصی توسط مقام قضایی استان این بازداشت میشه بدون هیچ تخصصی، سوالی تخصصی. البته من که پرسیدم گفتن به خاطر این بود که ممکن بود خشونت علیهش به خرج داده بشه. این اظهارات بعد از چندین روز اعتراض خیابانی در روستای چنار محمودی شهرستان لردگان در استان چهارمحال و بختیاری و برخی نقاط دیگر از جمله در اصفهان. معترضان خواستار استعفای وزیر بهداشت هم بودند. آقای ربیعی همینطور درباره این بخش از گفته معترضان که استفاده از سوزن مشترک توسط بهیاری که برای آزمایش دیابت در روستا بوده هم توضیح داد. ماجرا از اینجا بوده که فردی مراجعه میکنه به یک پزشک، پزشک میبینه ایمنی بدنش اومده پایین و آزمایش‌های بیشتری رو ارجاع میده. منظور سخنگوی دولت از تست شاید این آزمایش رایج و فوری باشد برای تشخیص حضور ویروس در خون، آزمایشی که حجم کمی از خون را میسنجند و در صورت مثبت بودن از فرد آزمایش‌های دقیق‌تر می‌گیرند. چنار محمودی‌ها می‌گویند که با آنها گفته شده آزمایش خون صورت گرفته مرتبط با قند خون است. من خودم یکی مبتلام، دخترم هست، خواهرم هست، زنم هست، برادرم هست، اون برادرم هست، بچه برادرم هست، خون من 8 نفریم. این زلزله می اومد بهتر بود تا این همه تو اومد. یکی از نزدیکان بهیار در گفتگو با بی بی سی با تایید بازداشت او گفته بهیاری که این آزمایش را انجام داده عضو فعال بسیج بوده و بسیاری از محلی ها او را به عنوان فردی نزدیک به حکومت و دیندار می شناسند. همان تصویری که سخنگوی دولت هم از این بهیار ارائه کرد در ادامه واکنش ها به اعتراضات در چنار محمودی لردگان. من اینجا وظیفه خودم میدونم که از این بهیار تشکر کنم و از این بهیار رو تشویق کنیم، تشکر کنیم که مسئولانه رفتار کرده در قبال کاری که مسئولیت داشته. نمیخوام خدایی نکرده شانتاژ بازی تبلیغاتی در بیارم. اینجا هم در حضور فرماندهی سپاه استان چهارمحال و بختیاری که بعد از اعتراضات به این محل رفته همه چیز آرام است. فرماندهی سپاه میگوید نه اتفاقی افتاده نه مردم محل معترضند. آیا کار چنار محمودی ها بود؟ آیا مردم چنار محمودی دوست دارن رفتار را؟ و اعلام انزجار میکنند این مردم خوبه، این روستایی که جمعیت خیلی خوبی هم دارن، جمعیت بالای 1800 نفر. جانم فدای رهبر، یکی از کارکنان بیمارستان شهدای لردگان در گفتگو با بی بی سی تایید کرد که در طول چند روز گذشته شمار مراجعان به بیمارستان برای آزمایش‌های مرتبط با HIV زیاد بوده. او گفته در این بیمارستان امکانات آزمایشگاهی لازم موجود است اما به دلیل بالا بودن شمار مراجعان کیت‌ها تمام شده. شمار بالای مراجعان شاید ناشی از ترس ساکنان و تلاششان برای اطمینان از سلامت خود باشد. در منطقه روستایی که خبرها درست یا غلط زود می‌پیچد. مجلس ایران گفته هیئتی را عازم این منطقه می‌کند تا به گفته رئیس مجلس حقیقت یابی کنند. در کشوری که دیدگاه‌ها درباره HIV و ایدز عقب مانده است و هر چه مرتبط با آن است همچنان تابو، به نظر می‌رسد که اکثراً به دنبال مقصرند تا راه حل برای ویروس و بیماری که این روزها در دنیا راحت‌تر با آن کنار می‌آیند و آسان‌تر کنترلش می‌کنند. علی حمیدانی، BBC.